شاندیز چطوره برات؟ حتا آب شاندیز که خیلی داغون. آب نیست دیگه، الان 3-4 روزه که آب نداریم. اینجا مثلا با یه جمعیت 30-40 هزار نفری که مسافرپذیر است تا 100 و خورده هزار نفر جمعیت میرسه، ما کمبود آب داریم. چند روزی هستش که آب مدام قطع میشد. دیگه الان هم که آبی نبود. 2-3 روزی نه، ولی از دیشب باز اومده. چرا آب نیست؟ نمیدونم چه اوزه. پری روز که از ساعت 4 کلن قطع کردن جناب، بعد تا صبح به هیچ وجه آب نبود و شبای دیگه از معمولا 8 و 9 تا صبح آب نداد. چاهای شاندیز حدود 60 ساله داره بهره برداری میشه. مثلا عمق چاها قبلا حدود 60 متر بوده، الان رسیده به حدود 300 متر. خب و زیر ساخته لازم برای این شهر که انقدر وسعت پیدا کرده و مسافرپذیر و زائرپذیره مهیا نشده. چند روز شما بیابی کشیدین؟ یک 3-4 روزی من تقریبا. سه روزه ما تشنگی علاق میشونم. یک همین شیشه خالی بود، یک قطره آب نبود بخورم. مردم تماس گرفتن بیاین محل، گویا مشکل همچنان باقی است. وضع آب شاندیز چطور؟ خراب. مشکل چیه برادر؟ نه آب میاد نه همیشه قطعی آب داریم ما. قطعی آب زیاد داره اینجا. از چه ساعتی قطع میشه تا چه ساعتی؟ معمولاً 11 قطع میشه تا 8 صبح. چند ماه پیش این گزارشو گرفتیم، مشکلات آب مردم شاندیز رو منتقل کردیم. فرمودن دارن یه کارایی میکنن، تاسیساتی رو میذارن که این مشکل کمتر بشه. کمتر شد یا نه؟ نه هیچ کم نشده. جناب امامی، این بار دوم ما تو حدود 1.5 ماه خدمتتون میرسیم. مردم شاندیز از وضعیت آب شاندیز گلایه داشتن. توضیح شما رو میشنویم. خب شاندیز مستحضرید که در حاشیه شهر مشهد، بحث گردشگری ظرفیت خیلی ویژه‌ای داره. الحمدلله شاهد رشد توسعه خیلی جدی در این شهر هستیم و با توجه به اینکه ما برای بحث تامین آب شرب پایدار و سالم بهداشتی این شهر با برنامه جامعی داریم اقدام میکنیم که انشالله توسعه همه‌جانبه این شهر رو انشالله شاهد باشیم. قبلا قول دادن که ما این آب رو اصلاح میکنیم، یه مثلا تاسیساتی رو نصب میکنیم میزان قطعی کمتر بشه. شنیدیم این چند روزه زیادتر شده، درسته؟ میگن لوله‌ها ترکیده. لوله‌های شهر ترکیده. میگن پمپ خرابه و این مسائل، چه مشکل داره این مسائل، ولی مسئله حاد دیگه نداشته تا حالا. با توجه به بارگذاری جمعیتی که خارج از ظرفیت اونجا انجام شده، خب یه مقداری کمبود داشتیم. در این راستا طرح آبرسانی به ترقب شاندیز ما داریم که در حال اجراست. در سال گذشته ما 3 حلقه چاه حفاری کردیم. یه حلقه چاه در ابتدای تابستون وارد مدار شده و 2 حلقه چاه با توجه به مشکلات اجتماعی که داشته و تو بحث تملک اراضی مشکلاتی داشت که الحمدلله با لطف و عنایت دادستان محترم و فرماندار محترم انشاءالله مرتفع شد و اینها هم داره تجهیز میشه و وارد مدار بهره برداری میشه. در راستای خب افزایش ظرفیت انتقال آب، با توجه به شرایط توپوگرافی خاص شاندیز که مستحضرید، ما نیاز داریم آب را از پایین دست به مخازن متعددی که در شهر داریم پمپاژ کنیم. در طول مسیر از محل چاه‌ها تا شهر شاندیز ما 2 تا ایستگاه پمپاژ داریم که داریم اینها رو ارتقا میدیم. هم خطوط انتقال الحمدلله در سال گذشته کار شده و تقریبا اوایل تابستون و اواسط تابستون پایان رسید. آب قطعی چیکار میکنیم؟ والله به خدا ما یا آب ذخیره میکنیم، اکثر مردم گرفتن پمپ خریدن و منبع خریدن. در 2 هفته گذشته یک سری اقدامات انجام شد. یکی از ایستگاه پمپاژمون قطع آب داشتیم، با توجه به قطر لوله و سایز بالا بود یه مقدار این زمانبر شد و تقریبا نزدیک 6 ساعت عملیات اجرایی ما طول کشید. ولی همزمان از ضمنی که ما اطلاع رسانی کرده بودیم، به ویژه در بعضی از روستاهای انتهایی که از شهر تأمین آب میشن، با کمک تانکر این مسئله رو مرتفع کردیم، حداقل نیازهای آبی رو مرتفع کردیم. مشکل آب کمتر نشد آقا؟ نه الان که مثلا کلن بیابی اصلا نه تنها شاندیز، همه جا روستاها الان عبرده کلته ایران خان، ما خود من الان کلته بر مشکل بیابیه، صبح میاد تا زور آب هست واز میره تا این روز دیگه. در این ایستگاه پمپاژ انشالله ایستگاه مخزن 2000 متر مکعبی دیگه احداث خواهیم کرد که انشالله بتونیم تامین آب پایدار این مسئله شرکای پایین دست انجام بدیم و در ادامه هم ما انشالله تر توسعه اقدام ملی رو خواهیم داشت. و یه نکته هم حاضرمتی، با توجه به توپوگرافی خاص شاندیز ما نیاز داریم که شهر رو زونبندی کنیم که به اصطلاح باعث کاهش پرت آب خواهد شد. در این راستا خب هم بحث احداث شیرهای
فشار شکن رو در شهر خواهیم داشت و در بعضی از مناطق هم ظرفیت مخزن ما پایینه. همکارای ما دارن احساس میکنن که در ادامه راه ظرفیت مخزن شهر رو به سرانه استاندارد برسونیم. فکر میکنید که انشالله این بحث تاسیساتی که فرمودید تکمیل بشه، مخازن، خطوط لوله، بحثای از این دست؟ بحثی که منجر به قطع خواهد شد همین اتصال اسکا پمپاژ بعدیمون هست که مجبوریم اسکا پمپاژ از مدار خارج کنیم و اون اتصال رو برقرار کنیم که تدلارستانی خواهد شد در حد 24 ساعت ممکنه انتهای شبکه ما کم بوده آب پیدا. ما قبل از این اقدام مخزن رو تا کد دکسری آبگیری میکنیم تا بتونیم از ظرفیت مخزن شهر تا 24 ساعت پایدار نگه داریم. خود ما رو سه سر و سیابم. الان میبینید یک روز آب است، بعد میبینید 10 روز آب قطع. یا دو روز سه روز مدام آب قطع. علاوه بر شاندیز روستای اطراف هم اینجوری که شما میگی مشکل آب دارن. سرخ همه جو مشکل آب دارن، بله. قاعدتا در قسمت انتهای شبکمون در روستاهایی که انتهای شبکه قرار دارن گاهی ممکنه قطعی‌های اندکی رو شاهد باشیم که این قطعا تدبیر خواهد شد، ولی عملیات عمرانی اونجا با توجه به توصیه‌ای که ما در شهر داریم کماکان ردیف ادامه داره و ما انشالله میگم بعد از این مرحله احساس مخزن 2000 رو در اسکا پمپاژ خواهیم داشت. وضعی که اصلا نیست اونجا که خیلی هم از وقت میاد کلا ضعیفه، خیلی آب ضعیفه، بیشتر جای همونجوره. الان ما گفتیم ما خود ما به چه ابراهیم خانه، خود ابراهیم خان ساعت 8 آب ول میدن تا ساعت 12-12:30 آب هست، بعد واس قدمونه تا اینیت. اینه که ما در تامین آبمون همیشه احداث مخزن بالغ بر 750 لیتر به ازای هر اشتراکی ما باید حداقل ظرفیت ذخیره آبمون باشه که در صورت قطع برق یا هر اتفاقی در خطوط انتقال تا 24 ساعت شبکی ما بتونه پایدار باشه. که انشالله این اقدامات در دست اقدامه و ما در با این اقدامات انشالله تلاش میکنیم که در تابستون آینده هیچ دغدغه‌ای در تامین آب نداشته باشیم. کل این مجموعه‌ای که فرمودید کی 100% به بهره برداری میرسه؟ من عرضم به حضور شما که خب در سال جاری حدود 50 میلیارد اعتبار داریم برای این پروژه و تلاش ما اینه که در سال آینده هم انشاءالله اعتبار رو به تقریبا به 100 میلیارد تومان برسونیم از منابع مختلف تا کلی اقداماتی که ما تو اینجا پیش بینی کردیم انشالله تمام بشه. فقط نکته اهمیتنه همونجور که عرض کردم با توجه به رشد مداوم شهر شاندیز، ما در طرقه به شاندیز رشد جمعیت ما و توسعه فراتر از نرم جمعیتی استان هست. من همین رو میخواستم عرض کنم جناب علی، قاعدتا مسئول تامین انرژی ابتدای بحث گفتین الحمدلله که اینجا گردشگری است، الحمدلله که اینجا داره گسترش پیدا میکنه، در حالی که عزیزانی که دغدغه آب دارن میگن آقا برای گسترش حواستون به آب هست. دقیقاً. حالا نکته ای که وجود داره ما تامین آب رو دو سناریو اینجا داریم تامین آب انجام میدیم، یکی با تولید که افزایش تعداد چاه‌ها هست، یه بخش دیگه هم بحث زونبندی که عرض کردم خدمت شما. ما به اصطلاح اینو به عنوان به اصطلاح تولید صفر میریم جلو. ما همین الان در شبکه توزیع خودمون بالغ بر 30% پرتاب داریم که حداقل ما میتونیم این رو با بحث زونبندی و اصلاح خطوط انتقالمون 10%ش رو سیف کنیم، یعنی بخش زیادی از نیاز آبی توسعاتی شهر از محل کاشادر رفت انشالله تامین خواهد شد.